انشاءالله. ببینیم کلیپی رو که یکی از بینندگان عزیز شبکه جانی ولایت که خب کلیپ رو دیده بود، اهانت این آقای وهابی رو، و خب ناراحت شده بود. هر کسی که غیرت داشته باشه نسبت به اهل بیت، ادعای محبت حتی اگر داشته باشه، نه تنها اینکه شیعه باشه، خب قطعا ناراحت میشه دیگه، چه برسه یک کسی که شیعه آقا امیرالمومنین علیه السلام باشه. تماس گرفت. خب الان اینطوری شروع کردی که وهابی منظورش منم، میگه هر کس که غیرت داشته باشه، حالا دوستار اهل بیتم نباشه، ناراحت میشه از این توهینی که این وهابی یعنی سجودی به حضرت علی کرده. ببین ما چی گفتیم، ببین آقای ملازاده، و خب این مطلب رو، موضوع رو مطرح کرد آقای ملازاده، نکته رو گفتن هر کسی این حرف رو، این عقیده خوارج هست. بعد دیگه آقای سجودی شروع کردن پیام دادن به آقای ملازاده و روی خط آمدن. این کلیپی که میبینید حاوی دو سه تا نکته مهمه، دقت بکنید ان شاءالله متوجه میشید، اما ببینید چه اتفاقاتی افتاده، بعد ان شاءالله برمیگردیم. استاد موسوی توضیح خواهند. الان متوجه کنه همین چند روزی که از آقای اومد گفت که کسانی که لاست پس اینو جمل اینا کشتن همه خونشون بر گردن عرض تعریف با تاکید هم نه خب با این درست نیست. این حرف کاملا، من این حرف کاملا اشتباهه. چرا به گردن علی اینا رو من بارها بارها توضیح، این حرف در کجا زد؟ در شرایط متاسفانه آقای سجودی در با صحبتی که با بیننده داشتن شما خب. الان اولین کسی هستین؟ نه این که گفت آقای سجودی، گفت آقای ملازاده منو میشناسه، قسمش میده. حالا قسمش میده، ببین قسم میخوره، یعنی دیگه واقعا منم باید باور کنم که من گفتم، ولی ملازاده ازش باور نمیکنه. نگاه کنید با صحبتی که با بیننده داشتن نه. خب اولین کسی هستین؟ نه من اولین کسی نیستم. من بارها گفتم اینا یک ماه دو ماه جلسه گذاشتم راجع به این موضوع، و این عقیده اهل سنته که این جنگ ها جنگ های اجتهادی بوده، و اگر قرار باشه که به گردن کسی باشه، البته خوارج میگن به گردن علیه، که این اشتباهه، و من مطمئنم که آقای سجودی قطعا این حرف رو نمیزنه. من مطمئنم که آقای سجودی بسی بالاتر از اینه که چون این حرفی بزنه، از علمش، از دانشش، از فهمش. و شکر خدا، ببین الان گوش کن اینجا، خدا خود بکری میخواد رسوا کنه دیگه. گفته که سجودی خودش سر خطه. من همون لازه داشتم برنامه آقای ملازاده رو میدیدم، شماره چه دارم برایش پیام دادم، چون اینجاشش رسیدم که داره میگه که محال از سجودی اینو گفته باشه. خب ما همدیگه رو میشناسیم، الان یکی بگه که مثلا بیاد به من بگه که آقای ملازاده گفته که بهاءالله پیغمبر برحق، من هرگز باور نمی کنم که گفته باشه، متوجه هستید؟ لذا همون فیره که گفت، من میگم آقا این داره دروغ میگه، ولو که اصل حرف هم نشنیده باشم. حالا من بهش پیام دادم، به گوش بدید بقیش. آقای سجودی اتفاقا همین الان پیام داد، میگه الان من برنامه شما رو میبینم داره دروغ میگه، به من تهمت میزنه. میگه الان من برنامه شما رو میبینم داره دروغ میگه، به من تهمت میزنه. ببین چرا تهمت میزنی؟ جناب دکتر ملازاده، من خواهش میکنم همین الان هر کسی که واتساپ داره لطف کنه این کلیپ پخش شده. آقا شما ما رو به دیگران حواله نکن. ایناش الان خود آقای سجودی داره پیام میده، داره شما رو دروغگو میگه. شما باید ثابت کنید، اگه شما راست میگی شما باید ثابت کنید. طرف بله که پخش میکنم، این چه حرفیه؟ الان که شما صاحب برنامه لوت کرد، پیام داد که شما دارید دروغ میگید، خب الان شما دروغگو شدید. اگه ثابت نکردید دروغ ثابته برات. الان من متهم شدم به دروغی، درست؟ بله متهم شدی. شما قسم میخوری که همچی حرفی زده آقای سجودی؟ من آقای سجودی اجازه بدین جواب منو بدین. به والله العلی العظیم قسم که من کلیپ ایشون رو دیدم دو بار با تاکید گفتن. خب پس من متوجه کلیپم. بله ایشون اولا بذار من کامنتشو بگم چی شد. نه نمیخواد، کافیه، برای من کافیه. شما کلیپو بفرستید، کافیه. وقتی خود صاحب سخن میگه که من نگفتم، دیگه شما به زور میخوای بهش افترا بزنید؟ چرا؟ خدا خیرتون بده جناب سجودی، محبت کردی. و خب وقتی میگه من نگفتم، ولی که گفته باشم، ولی میگه من نگفتم، باید تو قبول کنی دیگه، نگفته یه نگفتم. یعنی ممکن نیست که یک سنی حرف رو بزنه که خون به گردن حضرت علی، اونم هیچ کس نگفته تا حالا. گفتم ما همدیگر رو میشناسیم، ولی دیدید که قسم خورد انسان که فاسق شد باز قسم هم میخوره.
حالا اصل کلیپ ما میاریم، برنامه همش به همین اختصاص دادیم تا بینندگان متوجه بشن که با چه هوای هیولاهایی به نام دوستداران اهل بیت روبرو هستن. اینا دوستداران اهل بیت نیستن، اینا دشمنان اهل بیت هستن. بقیه کلیپ الاسی، این کلیپ های آقای ملازاده هم بریدن ها، حالا این کلیپ داره شبکه ولایت پخش میکنه، ببینیم باقی حرف چیه. جناب سجوده، اگه شما اسکایپ زنگی بزنید متشکر میشم به جای واتساپ، که موضوع چی بوده اصلا؟ اسکایپ من بازه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام و رحمت الله، عدو شوا سبب خیر گر خدا خواهد. بله خدمت بینم، خدمت بینندگان عزیز و محترم شب بخیر. سلام عرض میکنم. سلام و رحمت الله و برکاته، خیلی خوش آمدید. خوش میکنم. این داستان، این دوست ما چی بود، چی میگفتن دقیقا؟ ایشون سخنش این بود که شما گفتید که همه جنگ، ادعاش این بود که شما خونهایی که در سپن و جمر ریخته شده همش گردن حضرت علیه. سبحان الله. ببینید، شما باور میکنید که من دقیقا نفهمیدم این چه تهمتی به من زد. میگه الان من برنامه شما رو میبینم داره دروغ میگه، به من تهمت میزنه. اما وقتی شما فرمودید که محال از سجودی این سخن بگه، من فهمیدم که حتما یک دروغ به من بسته. بله. چرا عقیده همه اهل سنت معلومه؟ بگو این رو بیاره، دیدید که قصر هم نخواست. خب این الان این کلیپ چرا دارم پخش میکنم؟ میگه سجودی به این بابا گفته این دروغ میگه، و چرا نشنیده گفته دروغ میگه؟ خب من میدونم وقتی که من از طرف مقابل شنیدم که میگه که عقیده اهل سنت نیست، محال است که سجودی گفته باشه. من میدونم که منم نگفتم، و گفتم به شما مثال مثلا با الله رو زدم که محال است مثلا بگه آقا شبکه کلمه گفته با الله پیغمبر بر حق است. نمیگه دیگه. وقتی مثلا باز بگه با محال است که چنین چیزی رو گفته باشه، ما میفهمیم باز مثلا آقای روحانی یا آقای خمینی یا آقای حمید کرمانی یا هر کس دیگه این زبان باز کنه، ما میفهمیم داره دروغ میگه. چیه خب کارش دروغ گفتنه؟ خصوصا وقتی رفیق ما تکذیب میکنه، ما فهمیدم داره یه دروغی رو میگه. حالا چی دروغی رو میگه؟ یکی از همین دروغایی که ساختن. حالا بقیه حرفا رو باز میگم، اینا میبرن اون حرفا رو صحیح پخش نکردن، ولی بازم یعنی قابل تحمل است بریدن ایشون. بقیش بشه عقیده همه اهل سنت معلومه، بگو این رو بیاره، دیدید که قسم هم نخورد. قسم خورد که من این حرفو زدم؟ بله قسم که خورد سه بار، و بعدم گفت کلیپو میارم. بس بیاره، بگو بگو بیاره، اگر دین داره بیاره. خب قسم سه بار خورده، لا مذهب بعد مذهب سه بار قسم خورده و تهمتی من زده. حالا بشنویم بقیه. حالا اینا حالا شبکه ولایت دیگه این اومده اینو بزرگ میکنه، ببینیم چی میگه، گوش بدین. خب فقط همین مونده بود آقای سجودی توی شبکه های ملازاده هم اینجوری آبروت بره، و این نکته که گفت قسم نخورد، آقای سجودی گفت ایشون بیننده قسم نخورد، آقای ملازاده گفت سه بار هم قسم خورد. و همچنین استاد موسوی، یکی این که آقای ملازاده گفت کسی همچین حرفی بزنه، حرف خوارج، این اعتقاد خوارجه. ظاهرا اون موقع نمیدونست که واقعا آقای سجودی اینو گفته. و اینکه نکته هم اگر توضیح بفرمایید که آقای سجودی گفت من ندیدم چی گفت، ولی پیام داده با آقای ملازاده که بیننده داره دروغ میگه. بله اون توضیح بده خود سجودی، تو آقای سجودی خودش توضیح بده که ما میفهمیم شما دهان باز کنید دروغ میگی. این تازه که سه بار قسم خورد، خب این بدبخت به این فخر میکنه که سه بار دروغ قسم خورد. یک قسم آدم بخوره که دروغ، اونم سه بار. حالا کلیپ می آوردین دیگه، کلیپ که ندیدین، ما آخه به زور سرشون پیدا کردیم. حالا بیارین کلیپ بقیه حرفشو بفرمایید. ببینید قضیه کاملا واضحه. ما وقتی میایم میگیم که آقایون که دارن برنامه میرن با همون منهج و با همون روش خوارج، با همون روش بنی امیه، با همون روش بغض و دشمنی و کینه نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت دارن کار، همین پشت اهل بیت و طهارت و قائم شدی و دروغ میگی. یعنی میخواد بگه من کینه دارم به اهل بیت. آخه من چرا باید کینه داشته باشم به اهل بیت؟ بیار ببینم من کجا کینه نشون دادم به اهل بیت. خودتون بریدین، خودتون قسم خوردید، خودتونم کلیپو نیوردید. نگاه کن دالا کلیپو نیوردن که بقیه حرفش. من اینا میگن نه مشکل داره، نه ما خیلی اهل بیت علیه مفضلات و سلام رو دوست داریم، ادعا میکنن. ولی آقای ملازاد تا وقتی که نفهمیده بود آقای سجودیه، گویا این عقیده خوارجه.
حرفی توش نیست. پس ثابت شد آقا کسی که این عقیده رو داشته باشه که خونهای این جنگ رو برگردن به گردن امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه افضل‌الصلوات و السلام، این خونهایی که ریخته شده، این عقیده خوارجه طبق نظر آقای ملازاده. یعنی آقای ملازاده دینش رو بخواد به خاطر که سجودی رو راضی کنه میفروشه و چی بهش پیش میرسه که بدون این عقیده خوارج باز بگه که چون سجودی گفته پس حرفش درسته؟ بقیه حرفش گفته سجودی نگفته، ممکن نیست که بگه چون سجودی خوارج نیست. بقیه حرفش آقای سجودی از خوارج حساب بشه، به ما ربطی نداره، این نظر آقای ملازاده. بعد خیلی جالبه ایشون که وقتی یعنی خودشون حالا مسلمان میدونه میگه من نفهمیدم چی گفت ولی حتما دروغ گفته. چقدر یعنی من کتاب کافی رو باز کنم اگه نخونم میفهمم دروغ میگه. کلینی رو من میشناسم، کتاب خمینی رو باز کنم میفهمم که داره دروغ میگه. اگر بگه مثلا این عقیده مثلا نسبت بده مثلا به عقیده رو به امام ابن تیمیه که عقیده ما نیست، مثلا بگه امام ابن تیمیه گفت که حضرت عمر از زبانم لال خاکم بدن ملعون بوده، ما نخونده میگیم این داره دروغ میگه دیگه. شما دهان باز نکرده ما شما رو میشناسیم. بقیه حرف واقعا همونقه پیام داد با ملازاده که ایشون داره دروغ میگه، در حالی که اعتراف کرد من نمیدونستم اصلا بیننده چی داره میگه. یعنی این استدلال های ملازاده رو نابود کرد، یعنی کلا های ملازاده اونجا برید. یعنی بابا وقتی تو نمیفهمی داره چی میگه از کجا فهمید دروغ میگه؟ من نمیدونم، من نفهمیدم که چی گفت ولی حتما دروغ میگه. علم غیب شاید داره آقای سجودی. خیلی علم غیب اگه داشته باشه که از قلوب و فلان و خودش رو تکفیر میکنه دیگه تو این قضیه. بعد میاد میگه که آقا قسم نخورد. قسم خورد عاجزانه التماس میخورد، میگه آقا سه بار قسم خورد. بابا برادر من بزغاله، قسم خوردن تو چی آخه؟ قسم خوردن تو چی ثابت بیاره؟ یعنی من گفتم شاید اینقدر حیا داشته باشه قسم نخورید. کلیپو که ما تو اینترنت پیدا نکردیم، تو هم که پخش نکردی، خود آقای چیز هم که پخش نکرد. آقای اون کیه؟ حمید که در شبکه مون چی رفت گفت باز برات میارم کلیپ اصلی رو بریدیم. وقتی با ما مجبورتون کردیم که کدام برنامه بود تا خود ما پیدا کردیم که براتون نمایش میدم همین کلیپو ببینید که حرف چیه. بقیه حرفش هم بشنوید. چرا یه حرفی میزنی که باید بیای اینجوری ماسمالی کنی، باید بیای اینجوری توجیه کنی؟ نه قسم خوردن؟ قسم سه بار قسم خورد. من که نشنیدم ولی حتما دروغ گفته. سبحان الله سبحان الله. آیا این استدلال خود عزیزان بزرگواران خودشون قضاوت کنن ببینن آقا کسی که میگه آقا من اصلا قضیه رو نفهمیدم چی گفته ولی دروغ گفته، از کجا این حرفو میزنه؟ خب الحمدلله آی ملازاده اومد نظرش رو واضح گفت، گفت این عقیده‌ای که آی سجودی داره این عقیده عقیده خوارج. حالا دیگه واضح‌تر از این باز میان ادعا میکنن نه آقا تقطیع شده فلان شده. باز عزیزان بیننده اومدن کلیپو براشون پخش کردن، حالا ما انشالله در هفته دیگه اگر بشه خود کلیپو میاریم که پخش کردن وقتی میرسه به اون جایی که این شما شما که کلیپ می آوردید دیگه تو این برنامه داری که برنامه در مورد منم کلیپ اصلی رو می آوردید که بینندگان می دیدن. حالا که کذابه که دروغه نیاوردی. این کلیپ به آقای ملازاده فرستادن و قطع شده شو و ملازاده گفت داری دروغ میگی چون که نفر خودش اینجوری من گفته، چون اصلا تصور نمیره که من این حرف رو بزنم. حالا کلیپ بعدی رو که اینا باز دوباره به آقای ملازاده چی زدن به کلیپ بریده رو برش فرستادن نگاه کن. اینا که کشته شدن خونش گردن، خونش گردن. حالا دیگه من عصبانی میکنی عزیز من آقای عباسی، خونش گردن حضرت علیه. نه ببین اینجا قطع کردن، اینجا چیزو قطع کردن. خدا آقای سجودی به من گفت الان اینجا رو قطع کردند در ایشون دیروز برای من نوشت که چی؟ اپنا رو حاصله کنید بشنوید برای اینکه میخوام دروغشون رو بگم نه اینکه میخوام از خود بخورم. شگردشون در همین قطع کردن هاست، در این دروغ سازی هاست. یعنی میخوام بگم که اینا خیر برای حضرت علی نمیخوام. چرا باید قطع کنه حرف من؟ اگر واقعا اینو من علیه خامنه ای گفته به نفع خامنه ای گفته بودم قطع میکردم، به نفع آقای خامنه ای گفته بودم قطع میکردم. شو میگه که
یادم میاد در جواب سوال یک بیننده که گفت حضرت عایشه قاتل هزاران مؤمن است، گفتم اگر حرفت درست باشه پس حضرت علی هم با مجازات نکردن قاتل به قاتل بعد از دستگیری گناه کرده. حرف در رد اونها بود. شاید این خبیث‌ها در کلیپ سازی شرط اگر حرف ما را بریدن. دیدین مسئله اینه. شما هم که خودتو در تلویزیون نشون نمیدی علتش همینه. اگر شو حذف کردید بعد هر چی دلت میخواد میگی. بله من همینو ازش خواستم. منم گفتم که چرا خودت در تلویزیون نشون نمیدی؟ چون دیگه بخواد قسم دروغم بخوره. حداقل از زنش، از بچه‌اش، از همسایه‌اش خجالت بکشه دیگه. در تلویزیون نمیاد، در همه برنامه میاد. میگه من تا حج نرم در تلویزیون نمیام. چون حج به تو عربستان چیکار داره؟ 6 میلیون آدم میره.